درود، در این برنامه در تالاری هستیم 200 ساله. بسیاری در اینجا ازدواج کردن، بسیاری با هم پیوند داده شدن. زیر سقفی از ستارگان میتابد چلچراغی بر گروهی ایرانی و ترک. گروه باران آهنگی رو مینوازن، آهنگی باش خاطرهای بسیار داریم، بارها بارها زده شده ولی این بار به این شکل زده خواهد شد. آهنگ نوایی، گروه باران. برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنید، بلور بنفش در این ساختمان قدیمی و تاریخی بسیار زیبا در شهر استانبول. ما دو کشور، دو ملت، دو فرهنگ، دو نوع موسیقی رو با هم ترکیب میکنیم با گروهی که این ابتکار رو به خرج داده. گروه باران برای ما مینوازند با نوازندگانی از کشورهای اطراف همین شهر و همین کشور. آهنگم تموم شد،
بریم با بچه های آشنا بشیم، یه گپی بزنیم. سپاس آقا، من سر وقت تقریبا رسیدم با 2 دقیقه تأخیر. هنگ تموشو منشون داشتن حرف میزدن. گروه باران، آقا من این دست تپ تپ همو نزنم نمیشه. تپ تپ خمیر شیشه پرپنی دست کی بالاست. بسیار زیبا بود اجرا گروه باران، خیلی ممنون از شما، همتا از همه بچه هایی که همراهی کردن، جناب فرهاد، آقای محمد و همینطور آقای قنبری و آقای سرکان که گل سرسبد اینجا هستن. نه شما ناراحت نشید، شما سبد شما خود سبدی گل. اگه شما نبودید اصلا گلا رفیق زمین. خب آقای سرکان از نوازندگان چیره دست سازهای بادی هستن در ترکیه، هم سبک کلی و آزاد یا محلی و هم سبک ماندگار کلاسیک رو با هم برای هستن و از چهره های شناخته شدن. بعد اینجا بعد فوری برن توی برنامه تلویزیونی دیگه. مثلا خیلی خوشبختیم با اومدید. Thank you so much. ایشون کلارینت های خودشون هم طرح کردن و میسازن. فرقشون چه؟ What is it? What's the difference? Your name only? Yes, my different key. Different key. My design. Aha, it's a better one. Other clarinet nothing. This key. Aha. Only my clarinet has this one. Yes. یاد گرفتین؟ این هستش. خیلی متشکرم. آهنگ بسیار شاد و پرهیجانی بود و حالا کاملا میرم توی مود دیگه. میخوام مودو بندازیم اگر شد. میخوام به مردم یاد بدیم که دیدار غم انگیز هم میتونه باشه. حتی عشق در دنیای ما یه مقدار حسش فرق میکنه. بیشتر به هم نرسیدن. مثلا ما نغمه دیداری رو سر میدیم که گوشه از ردیف‌های موسیقی ایرانی هستش. ایشون بمونه. جان فرا شما تشریف میبرید، خیلی متشکرم اجرا کردین برای ما، خیلی ممنون از شما. سازهای کوبه ایمون هم جاشون عوض میشه. آهنگ نغمه دیدار رو میشنویم با اجرای گروه باران، گروه بارانی در این مکان با نوازندگان مهمان. شاعرم بعدا
منم اینو تخت 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 داشتم اومدم. خیلی ممنون تک سو ماش. سارا کانر میره به برنامه بعدی تلویزیونش. خیلی متشکرم هستم. و حالا ترتیب عوض میکنیم. موزیسین دیگه به جمع اضافه میشه. خواهش میکنم. گروه باران. Thank you.
سپاس، خیلی ممنون گروه باران، که البته نوازندگان رو بهتر خود سرپرست گروه بفرمایید اینجا. جناب فرشاد میانید، من به عنوان آقای فرشاد سنتوری میشناسم چون همیشه فامیلا رو یادم میره، بعدش هم سنتوری هم دیگه الان افتخاریه بعد از اون فیلمی که نشون داده شد. فرشاد جان بفرمایید اینجا با هم صحبت کنیم. آقا خیلی باعث شده ما ورزش کنیم. آره پشتمون هم خیلی منظره زیباییه. ایشالا عروسی، حتی بعضی ها میگن ایشالا طلاق. خب فرشاد خیلی خوشحال میبینمت و کار جالبی هم داره میکنی، کاریه که مدت روش فکر شده بوده از قبل. بله. و جمع‌آوری این گروه و غیره این داستانش رو برای ما بگو که چی شد که فکر کردی ترکیه و ایران. آره ببین. غیر از خرید کار دیگه هم میشه کرد. بله بسیار زیاد. ما سال 85 هسته مرکزی باران رو تشکیل دادیم و روال همیشه بر این بوده که موسیقی ما یه ملودی رو میزده و سازهای کوبه‌ای روش سوار می‌شدن. ما اومدیم این طرح رو یه خود ساختار شکنی کردیم، توش تشکوندیمش به این صورت که بیرون شکست. آره تو رو خود این صداها ما توی جایی هستیم که وسایل چمنزنی ماشین آلات صنعتی می‌فروشن تو چش و تو این کوچه باریک این خبره. خلاصه جالبیش همین بفهم. ارزم به حضورتون که آره ما این کار رو بر اساس سازهای کوبه‌ای بستیم که سازهای کوبه‌ای میان یه سری از ریتم‌های شناخته شده و ناشناخته منطقه آسیای مرکزی، خاورمیانه، حتی آسیای نزدیک، حتی نزدیک هم بله. که ما و ترکیه و این وراش. بله بله. بخش ریتم بخش خیلی مهمیه در همه موسیقی دنیا. شما موسیقی لاتین رو نگاه می‌کنید، موسیقی مثلا فرض بفرمایید که خاورمیانه و حتی موسیقی بالکان رو نگاه می‌کنید، می‌بینید چقدر نقش پررنگی داره و خیلی از سازهای کوبه و نوع ریتم گویای نوع آدم ها هست. نه این ایران معلوم ریتمش مخصوص ایرانه. بله. مهمتر از اون ما فکر میکرد. خیلی مهمه. واسه شما همه این رو هم میزنی. دقیقا. میکنی چهلتاییک اصلا. معلوم نشه مال کجاست؟ مال کره زمین البته. دقیقاً همینطوره. وقتی مثلا ما میایم اینو مثلا ما با نوازنده‌های یونان این کار رو انجام دادیم، ما نوازنده‌های مثلا مصر این کار رو انجام دادیم، الان ما نوازنده ترکیه این کار رو انجام میدیم، همه اینا علاقه نشون میدن چون مخلوطی از ریتم‌های خودشون هست و چیزهای جدیدی که یاد میگیرن و جدای از اون یه نقشبندی زیبایی از سازهای کوبه‌ای که تا به حال ندیدن رو هم اضافه میکنیم به این ماجرا و روی اون سعی میکنیم یه سری ملودی هایی که خودمون میسازیم به صورت کارگاهی و سری ملودی هایی که شناخته شده هستن تو تمامی این ممالک. آره یعنی مثلا هم ایران میشناسنش، مثلا این قطعه اسکودور هم تو ایران خیلی خوب میشناسنش، هم تو ترکیه خیلی خوب میشناسنش. اسکودور بله بعد از که زدین. بله که زدیم اجراش. آره اسکودور که زدیم من خیلی آشنا بود، نمیدونم من کلیه جای شنیده بودش، نمیدونم اصلا ترکیه تو ایران به عنوان یک ملودی محلی میشناسنش، ملودی محلی کردی، ولی در حالی که برمیگره به موسیقی عثمانی و ما سعی کردیم اصل کار رو اجرا بکنیم بر اساس اون چیزی که اجرای اصلیش بود. بعد چطوری ملاقات های شما انجام میشه از ایران با این بچه های این ور اونور؟ چه اتفاقایی میفته که این ملاقات ها بشه از این کشورها؟ از این دوستان جشنواره کمک دقیقاً تو جشنواره مختلف ما همدیگه رو می‌بینیم، با هم ساز می‌زنیم، دوست میشیم، آشنا میشیم. الان فضای مجازی هم خیلی کمک کرده، موسیقی همدیگه رو گوش میکنیم، با هم بس همدیگه کار می‌نویسیم، ضبط میکنیم، میفرستیم، اون کار رو انجام میدن. خب استانبول هم یه در واقع میشه شهری که من خیلی زیاد بهش مسافرت کردم، کار اینجا ضبط کردم، موزیسین‌های خیلی زیادی رو اینجا میشناسم و خود ترکیه، ولی خب استانبول مهدشه دیگه خیلی. آره چون راحت رفت آمد برای خیلی به اینجا. بله ایرانی هم که ویزا نمیخواد. دقیقاً. چون پس گوره باران کاملا در حال تغییر دیگه. بله هستش حفظ شده. حمید قمبری و من هسته اصلیش رو حفظ کردیم. که آقای که کوبه میزنن. مثلا موقع خوبی که از موزیسیانا بگی صحبت کنم. بله حمید قمبری یکی از بهترین نوازنده های سازهای کوبه ایران هستن، با تقریبا همه خواننده های به نام ایران، استاد شجریان و سالار عقیلی همه کار کردن، علیرضا قربانی که تو گروه خود ما هم کار کردن با ما کنسرت دادن. بله اگه ایشون رو دیدیم یادتون باشه که ایشون همین آقای حمید قمبریه، باشون عکس بگیریم. زنده باشید. و ارزم بزرگ نوازنده ترکمون هم کلارینت که سرکان هستش که یکی از شاید نفر اول یا دوم کلارینت ترکیه، نوازنده کوبه‌ایمون که این ور نشسته بود محمد، که بیشک یکی از بهترین نوازنده‌های سازهای کوبه‌ایه که موسیقی کلی در واقع میشه گفت، موسیقی که تو منطقه در واقع میشه گفت بلغارستان، رومانی، حتی ترکیه، الان به هر صورت موسیقی عربی اسم کلی میشستن خیلی و الف که نوازنده ساز در واقع بادی ما بود، بالابان و دودوک میزد در واقع و ایشون هم از جمهوری آذربایجان. از جمهوری آذربایجان الف هم حتی علیوف باید باشه که خب اینا اسم رو تغییر میدن و اینجا هم هستش و ولی ایشون خیلی ساز دودوک رو میزنه که
همه عاشق این دودوکن. عالی صداش داره. یه آهنگ دیگه هم میمونه برای پایان برنامه. آهنگ رویا که در جمله بندیش بر اساس سازهای کوبایی طراحی شده و یه ملودی سنتور و بالابان روش. ساخته خودتونه؟ بله ساخته من هستش. خیلی عالی. پس ببینید رویا شما چه صدایی میدهد. قربان شما. و ببینیم با سه نوازنده اجرا میشه. خیلی متشکرم فرزاد جان. برنامه رو ادامه میدن. خواهش می‌کنم فرمایید اونجا. مرسی قربان شما. چرچراغ‌های بسیار زیبا و آسمان پرستارش. قربان. فرشاد محمدی و گروه باران می‌نوازند. Mm-hmm.